براستی چه کسی در جمهوری اسلامی حکومت می کند؟ ایران پرس نیوز، دوشنبه اول آپریل 2013، نوشته منصور امان. حاکمیت دوگانه دیروز بود، امروز حاکمیت چندگانه است. براستی چه کسی در جمهوری اسلامی حکومت می کند؟ این پرسشی است که رسوایی برکناری رئیس دانشگاه تهران و مقاومت وی در برابر اخراج خود آن را باز هم پررنگ‌تر کرده است. آقای فرهاد رهبر که هفته گذشته به دستور مستقیم آقای احمدی نژاد گماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، از کار برکنار شد. نه تنها صندلی خود را رها نکرده، بلکه از طریق تلویزیون و رسانه‌های حکومتی به گونه نمایشی و آشکار به تمسخر رئیس خود پرداخته است. او در یک مصاحبه تلویزیونی که برایش ترتیب داده شد با اشاره به حکم اخراجش گفت این اخبار را نباید جدی گرفت، و در گفتگوی دیگری با یک خبرگزاری حکومتی با تأکید بر اینکه در مورد نامه احمدی نژاد اتفاق تازه‌ای نیفتاده، تصمیم رئیس دولت را بی اهمیت جلوه داد. پیشتر آقای احمدی نژاد از همین شیوه برای نگه داشتن آقای سعید مرتضوی در پستی که به او داده استفاده کرده بود. واکنش رئیس قوه مجریه به تصمیم‌های سنهاد و دستگاه رسمی یعنی مجلس، سازمان بازرسی و دیوان عدالت پیرامون عزل آقای مرتضوی فقط بی‌اعتنایی تحقیر آمیز بود. آنچه که در نگاه اول جنگ نفوذ و اتوریته دو محفل نظامی امنیتی در میدان حفظ مهره‌های خود به نظر می‌آید، در حقیقت میتواند گسسته شدن شیرازه های نظام سیاسی نام بگیرد. اینکه این یک نتیجه فروپاشی قدرت مرکزی به جزیره های پراکنده است که در قلمروهای تحت تصرف خیش خودمختار تصمیم میگیرند و عمل میکنند. شاهد دیگر ورود جمهوری اسلامی به این وضعیت، لغو پیاپی مسببات دولت از سوی مجلس و در مقابل عمل نکردن دولت به قوانین تصویب شده از سوی مجلس است. وخامت اوضاع کنونی زمانی بیشتر آشکار می‌گردد که توجه شود این جدال نیز خود با بی‌اعتنایی به دستورهای یک نهاد دیگر و این بار بالاترین نهاد رسمی جمهوری اسلامی یعنی رهبری جریان یافته است. حاکمیت دوگانه دیروز بود، امروز حاکمیت چندگانه است که دستگاه قدرت رژیم ولایت فقیه را تجزیه کرده است. لشکر کاندیداهای اصولگرای نقش انتخابات در این آینه بازتاب یافتند و صحنه اصلی نمایش نیز جز به تصویر کشیدن همین تلاشی برای نوک آتشفشان کانونهای قدرت نقش دیگری برای ارائه نخواهد داشت.